سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سفرش به کندوز با علمای دینی زون شمال شرق در این ولایت دیدار و گفتگو نمود. شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان در دومین دیدارش امروز با علمای دینی در حوزه شمال شرق در حال نشست مشورتی را برگزار کرد که روز گذشته با رؤسا و اساتید پوهنتون‌های دولتی و خصوصی ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و کندوز به منظور استماع پیشنهادات، مشکلات و چالش‌های فراروی آنان دیدار و ملاقات کرده بود. در آغاز محفل ملا نثار احمد نصرت والی کندوز می‌گوید که عالمان دینی در طول 20 سال گذشته در کنار مجاهدین امارت اسلامی استاد بوده، از آنان خواست تا در امور اداری نیز هم مانند گذشته بیستند. ولی کندوز افسود که در اداره محلی به همه به ویژه عالمان دینی باز بوده و به نظریات و پیشنهادات علما مسئولان امارت اسلامی اشد نیاز دارند. آقای نصرت اضافه کرد که کشورهای بیرونی همکنون در تلاش است تا جنگ فکری را میان مردم افغانستان شعله بر سازد که باید در محو این پدیده شوم تمامی علمای دینی همکاری لازم نمایند. مجاهدین دی شل کاله په سنگرو که جنگ دلی دی کافی تجربه به نوی ور سره د تاسو مشورو ته په هر وخت کې ضرورت لري. موږ ټولو ادارو ته په دغه ولایت کې هدایت کړی سه خپل دروازې به مو د ولس او د علماو په مخ باندې خلاصې وي، ځکه هر وخت د موږ علما سپینګیري دوی کومه مشوره لري موږ او تاسو ته راتګ غواړي، دا په ازادانه باید وکولی سي موږ او تاسو سره ویني. از سوی هم مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی ولایت تخار در این محفل صحبت کرده افزود که کشورهای خارجی هرگز نمیخواهند تا مردم افغانستان با هم اتحاد و اتفاق داشته باشند، زیرا لازم است تا تمامی عالمان دینی هم مانند گذشته در جهت تقویت نظام اسلامی و حفاظت آن همکاری لازم و همه جانبه داشته باشند. یک نظام اسلامی آمده باید علما بهوش بیایند، علما همت بکنن، علما باید از این نظام کاملا نگهبانش باشن. از سوی هم شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که نظام فعلی با آسانی به دست نیامده و بلکه با خون شهدا و همکاری همه جانبه مردم افغانستان به دست آمده است و حفاظت آن بر هر فرد این کشور نیاز مبرم و اساسی پنداشته می شود. آقای ندیم افسود که در طول 20 سال گذشته با دو نوع جنگ که همانا فکری و فیزیکی بود روبرو بودند، که در جنگ فیزیکی با هیچ نوع ضرر روبرو نبودند، اما در جنگ فکری باید همه با هم تلاش کرده تا در این زمینه نیز همانند جنگ فیزیکی پیروز میدان شوند. او در این میان همکاری علمای دینی را لازم و ضروری دانست. چې شل کاله جریان کې موږ د دوه قسم مقابلو سره مخ وو، یو فزیکي جګړه وه او یو فکري جګړه وه. فزیکي جګړه کې موږ هیڅ توان نه دی کړی، کوم کور خراب سوی دی، کوم بچی شهید سوی دی، کوم مهاجر سوی یو، کوم زندانونه لیدلي دي، نو څه توان مو کړی دی؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون او یقتلون، دا خو د جهاد هدف دی، یا به شهید کېږي یا به دښمن د مابین وړي. او که غازی سوی هم اجر دی، که شهید سوی هم اجر دی، توان ندی موجود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی از عالمان دینی خواست تا از نظام فعلی و از عملی ساختن تمامی فرامین رهبری امارت اسلامی افغانستان حمایت لازم و همه جانبه نمایند. در اخیر شماره از عالمان دینی از ولایت‌های بغلان، کندوز، تخار و بدخشان یکی پی دیگر صحبت کرده، ضمن این که حضور وزیر تحصیلات عالی را به کندوز خوش آمدید گفته، از امارت اسلامی افغانستان حمایت خیش را اعلان نمودند.